به همه شما از همراهان خوب تیوی دات کام در این درس با همدیگه یاد میگیریم که چطوری میتونیم به آلمانی بگیم که معیوز شدم یا ناامید شدم یا در مواقعی که یک نفر انتظارات مثبتی که شما ازش داشتید و برآورده نکرده و حالا شما از اون فرد ناامید شدید از اون فرد یا از اون اتفاق در از انتظارات شما رو برآورده نکرده. خیلی فعل پرکاربردی هستش تو زبان آلمانی، این فعل صرفش میکنیم و میبینیم که چطوری میتونیم تو روزمره ازش استفاده کنیم کلی جمله کاربردی که بتونید با حفظ کردن اونها به راحتی با آلمانی صحبت کنید و اسمش رو هم یاد میگیریم که از این فعل چطوری یک اسم ساخته میشه و در اونجا هم مثال های کاربردی رو یاد میگیریم تمام فعل های آلمانی مهمترین فعل های آلمانی در سایت deutschpazishtv.com در قسمت در اختیار شما عزیزان هستش خب فعلمون چی هستش فعل اون هست انتایشن انتایشن هر موقع پسوند در از پیشوند انت دیدید بدونید که جدا نشدنی هستش و همیشه یه مقدار منفیه اون انت همیشه یه کاریه که از دید منفی میکنه اون فعل رو انتایشن به معنی انتظار رو برآورده نکردن هست مایوس کردن ناامید کردن انتایشن Ich enttäusche. Ich enttäusche. Du enttäuscht. Du enttäuscht. Er enttäuscht. Sie enttäuscht. Es enttäuscht. Wir enttäuschen. Wir enttäuschen. Ihr enttäuscht. Ihr enttäuscht. زی انتایشن و زی محترمانه که بزرگ نوشته میشه انتایشن تو جمله اول میگم که من تو رو قطعا مطمئنا ناامید نخواهم کرد که این جمله استفاده میشه مثلا یه کسی یه کاری رو براتای شما گذاشته یا از شما یک انتظاری داره که یک کاری رو درست انجام بدید یا اون کار خوب پیش بره شما میگید که ich werde dich bestimmt nicht enttäuschen ich werde dich bestimmt nicht enttäuschen bestimmt در اینجا یعنی حتما صد درصد صد مطمئنن ich werde enttäuschen گرامرش یه فوتور جمله آینده هستش ich werde dich bestimmt nicht enttäuschen میبینید که با نیشت منفیش کردم یعنی تو رو ناامید معیوس نخواهم کرد از خودم حالا طرف انتظار که ما ازش داشتیم و برآورده نکرده حالا میتونه تو هر موضوعی باشه تو رفاقت باشه تو کاری که بر احتش گذاشته بودید باشه میگید که دو هست میش انتاشت دو هست میش انتاشت یعنی تو من را ناامید کردی تو منو از خودت معیوس کردی انتظارات مثبتی که من از تو داشتم و برآورده نکردی حالا میتونیم اون درجه انتوشت بودن رو تشدید بکنیم مثلا اینجا نوشتم دو هست میش شوا انتوشت. یعنی تو منو شدیدن منظور اینجا هستش یا شوا یعنی سنگین خب منظوری که تو منو شدیدن ناامید کردی از خودت دو هست میش شبه انتوشت. زین فهالتن میش زیر انتاشت رفتار و مرده منو واقعا معیوز کرد منو واقعا منو خیلی ناامید کرد زین فهالتن هت میش زیر یعنی خیلی فهالتن به معنی رفتار هستش میبینید که اینجا فا بزرگ نوشته شده یعنی در اینجا اسم هستش فهالتن اگه کوچیک نوشته باشه معنی رفتار کردن هستش که یک فعل میشه و اسمش همون فهالتن هستش مونتا اسم رو تو زبان آلمانی حرف اولش رو بزرگ می نویسن زن فهالتن هت میش زیر انتایشت که این جمله به طور مثال جمله پرفکت بود پس پرفکت انتایشن با هابن میاد و پارتیسیب که میشه انتایشت که میره ته جمله تو ناامید و معیوس به نظر می رسی چرا؟ چرا؟ چی شده؟ دوزیست انتایشت آس denn? دوزیست زیست انتاشت آز آز یعنی به نظر رسیدن یعنی این تو به نظر ناامید و معیوس میرسی چی شده؟ ویزو هم یعنی واسه چی؟ ویزو دین اون دین رو هم کار کرده دادیم دوستان سوال رو یک مقدار دوستانه تر میکنه اش فیلمش انتاشت اش فیلمش انتاشت یعنی من احساس ناامیدی میکنم معیوز شدم انتظاراتم برآورده نشده مثلا تو امتحان قبول نشدم میگم فیل میش انتوشت. یعنی من احساس ناامیدی میکنم به همین شکل آزمون زبان آلمانی رو دادم قبول نشدم یا یک انتظار دیگه ای داشتم میگم که داس اگیبنس هت میش انتوشت داس انتوشت. یعنی نتیجه امتحان یعنی همون نتیجه امتحانات حتمیش انتایشت من را ناامید کرد یعنی چی؟ یعنی انتظار بهتری داشتم از نتیجه امتحانم این جمله هم همونطور که میبینید حالت پرفکت داره خب تو جمله بعد یه مقدار جمله رو طولانی تر میکنم میگم که من به تلخی منظور همون شدیدن هستش

بیتا انتاش بیتا یعنی تلخ خب تو برای ناامیدی هم استفاده میشه یعنی یک در از معیوز شدم به تلخی معیوز شدم ایش وا جمعه هم گذشته است خب آلسیش افاغن هاب افاغن رو هم کار کرده بودیم یعنی تجربه کردن یا در بعضی مواقع به چیزی پی بردن داس ایا ماین دست اومده فعل رو فرسته ته جمله حت رفته آخر جمله ماین فا... اعتماد من رو میسبراخن هم یعنی سو استفاده کردن قبلا کار کردیم تو فعل ها میتونید درسش رو پیدا کنین یه توصیه من به همه دوستان عزیز اینه که درس های گرامر آلمانی رو جدی بگیرید اگر میخواید آلمانی رو درست صحبت کنید و از لحاظ دستوری درست صحبت کنید حتما واسه درس های گرامر رو مشاهده بکنید ما تمام درس های گرامر رو کار کردیم دوستان عزیز همه اون چیزی که شما برای آزمون های زبان آلمانی از از a1 a2 b1 و b2 و c1 رو نیاز دارید میتونید در سایت deutschpedishivi.com در دسته گرامر پیدا بکنید حالا میرسیم به اسمش اسم انتایشن میشه دی انتایشونگ دی انتایشونگ انتایشون یعنی دلشکستگی، سرخوردگی، ناامیدی، یأس حالت اسم داره هر اسم هم که دیدید آخرش او انگه هست بدونید آرتیکلش دی هستش فمینین همیشه دی انتایشونگ چی میتونیم بگیم ساده ترین حالت یه اتفاقی افتاده میگم که این اتفاق یک ناامیدی بود یک سرخوردگی بود یا یأس بود منظورشه یعنی اتفاق افتاده که شما رو سرخورده کرده ناامید کرده دوچار یأس شدید میگید که اسوا این انتایشونگ اسوا نه انتایشونگ اسوا یعنی بود یعنی اون اتفاق یا اون چیز منو ناامید کرد یعنی یک ناامیدی بود Es war eine Enttäuschung فرموش نکنید که اسم ها رو همیشه حرف اولش رو بزرگ بنویسید تا توی های آلمانی نمره از دست ندید Es war für mich eine große Enttäuschung کاملتر کردم جمله بالا رو Es war für mich eine große Enttäuschung این موضوع یا این اتفاق یا این چیزی که پیش اومده برای من یک ناامیدی بزرگ بوده باعث سرخوردگی بود باعث یعص من بود پس انتاشونگ میتونه گوغوس باشه خب یعنی بزرگ باشه انتاشونگ میتونه بیتا هم باشه یعنی تلخ درسته مثل بالا که بیتا رو قبل از فعل بردم Es war فی میش eine bittere انتاشونگ Es فی میش نه bittere انتاشونگ این اتفاق یا اون چیز برای من یک ناامیدی یا دلشکستگی یا سرخوردگی تلخ بود تو جمله آخر میگم که من میتونستم که گذشته یا من تونستم که ناامیدی رو تو چشاش ببینم مزونه که تو چشاش بخونم ich دی die enttäuschung in seinen augen sehen ich زین اپلیزن هم میتونستم بگم قبلا کار کرده بودیم حالا به عنوان تمرین شما یک جمله با انتاشت انتاشن و یا انتاشون چی که دوست داشتین در کامنت بنویسید که این درس رو هم خوب تمرین کرده باشید یه سوال ساده بیست و انتاشت آیا تو نامید هستی سرخورده یا دل شکسته یا دچار یست شدی حالا سر هر موضوعی میتونه باشه امیدوارم از این درس استفاده کافی رو کرده باشین دوستان عزیز فرموش کنید که در توضیحاتی که زیر ویدیو هست آدرس سایت پلیلیست ها و کلی مطالب کاربردی در اصل لینک مطالبی که میتونه به کارتون بیاد رو در زیر ویدیو ها میتونید پیدا بکنید دوستان عزیز تا ویدیو بعد بدرود